خانم فرح دیبا در یک تاریخی اومد شاه رو از وسط برداشت، یعنی تصمیم گرفتن که رژیم رو کودتایی در ایران به وجود بیارن، یک کودتا و یک انقلابی رو به عبارتی بسازن که لای کودتا است. و خانم فرح دیبا تصمیم گرفت که در این فضا پادشاه ایران رو، یعنی شاه محمد رضا شاه رو حذف کنه و خودش بشه ملکه، مثل انگلیسی ها ملکه ایران بشه، یعنی ایران بشه پادشاهی ملکه‌ای انگلیسی. طرح‌ها رو ریخته بودن، افرادی در این گروه وجود داشتن که این افراد عرضم حضور شما که بعدها هم به پست از مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، هاشمی رفسنجانی، عرضم حضور شما که هنوز خامنه‌ای این وسط نیست، این نکته مهمیه، و خاتمی میرحسین موسوی، یعنی خانم زهرا رهنورد و دیگران، و یک تیم بسیار بزرگ می‌خواستن این کار رو انجام بدن. اما یه اتفاق اینجا افتاد که توضیح دیم توی این برنامه های قبلمون، که وقتی که شاه رفت که داره اونجا لبخند میزنه و دشمن شاه بود و با خانواده شاه بسیار مشکل پیدا کرده بود به خاطر حضور اشرف و خیلی دیگه، وقتی که از ایران خارج شد و قرار بود که انقلابی در ایران بشه که اون اتفاق بیفته، چون از پشت پرده با موسی صدر فرح و اینا دوست بودن به نوعی، یعنی پشت پرده اینها یه روابطی هم با هم داشتن توی سیستم. موسی صدر برای اینکه شما بدونید ضد خمینی بود و حدش کتاب مینوشت راجع به خمینی که میگه آقا مردم گول خمینی رو نخورین، گول خمینی نخورین. اون موقع ها به هر حال قذافی یعنی روس ها موسی صدر رو بردن و کشتن، مهره انگلیسی ها رفت رو هوا، سیستم ریخ به هم، گزینه‌ای وجود نداشتن، دیدن لا اله الا اپوزیسیون ریستارت، دیدن هیچ گزینه‌ای وجود نداره جز اینکه خمینی رو علم کنن.